اگه میخوای تو 2 دقیقه صدات رو کلن زیر و رو کنی و تأثیر و معجزه صداسازی رو ببینی، ادامه این ویدیو رو از دست نده. من مهدی هدایی هستم و اینجا کافه آوازه. خوش اومدید. در مورد فرم لب و دهن امروز میخوایم صحبت کنیم که چه تأثیر عجیب غریبی روی اجرامون داره. بستگی به سبک موسیقی که ما میخوایم اجرا بکنیم تو آواز، فرم دهنمون هم فرق داره. 3 مدل فرم دهن داریم. یه مدلش همون نوترال یا نچرال، همین حالت طبیعی صحبت کردنمونه. یه مدل دیگهش مدل ورتیکال یا عمودیه که تو آوازهای کلاسیک و آوازهایی که احتیاج داره به قدرت بیشتری به حنجره پایین‌تر برای نوت‌های بالا ازش استفاده میشه، که توی اپرا، آوازهای کلاسیک و دیگر آوازها هست. و حالت سومش که خیلی باش کار داریم، حالت هوریزنتال یا افقی هست که تو سبکای مختلفی مثل راک یا سنتی خودمون استفاده میشه. حالا یکی یکی اینا رو با هم بررسی میکنیم. اولین حالت، حالت نچرال لب دهنمون هست. ما متاسفانه تو فارسی خیلی از فک و دهنمون استفاده نمی‌کنیم، ولی انگلیسی‌ها خیلی بهتر لب و دهنشون رو باز می‌کنن، فکشون رو باز می‌کنن موقع حرف زدن. ما باید یاد بگیریم این تمرین رو انجام بدیم و از این به بعد اگر می‌خوایم بهتر آواز بخونیم، هر روز روی حرف زدنمون دقت کنیم که بیشتر دهنمون رو باز کنیم موقع حرف زدن. حالت دوم حالت عمودی هست که خواننده‌های اپرا و خواننده‌های کلاسیک اروپایی ازش استفاده میکنم. مثلا شما حتما لوچیانو پاواروتی رو دیدین، فرم دهانش یه حالت اگرسیو رو لب بالاش داره و عمودی اینجوری. ولی تو آواز سنتی خودم تو آواز پاپ ایرانی هم فرم دهان خیلی مهمه. بستگی داره که چه سبک پاپی میخوام بخونم. مثلا پاپی که بی عزیزم میخونه یه تلفیقی جورای پاپ کلاسیکه، دیدید عمودی دهنشو باز میکنه. ولی پاپ خونای دیگه مثلا امیر تاجیک و ایده باشید عمودی باز میکنه که یه حالت کلاسیک دارن یا هامی. ولی بقیه پاپ خونام یا حالت نچرال دارن یا حالت هوریزنتال. حالت هوریزنتال هم کم، چون توی آواز پاپ ایرانی متاسفانه بالاتر از نوت سول چهارم هم اصلا خیلی نداریم تو پاپ. اصلا اوج مرسوم نیست تو پاپ ایرانی خوندن. تک و توک مثلا ابی آهنگ داره که بالا هست، مثل آهنگ خلیج فارسش که اگه اشتباه نکنم تا 3/4 میخونه، فرم دهانش کاملا عمودیه. خلیج همیشگی فارس، فارس خواهد بود. یه حالت پرقدرتی میده و حنجره پایین هستش. یه فوت کوزه‌گری فوق‌العاده‌ای که میخوام بهتون بگم در مورد آواز، استفاده از فضای زیر لب هاست. یعنی وقتی دارید آواز میخونید، وقتی رو نوتای اوج هستید، حتما نوک این دندوناتون رو ببینیم. بهش میگن حالت بایت، انگار دارید سیب گاز میزنید، سیب و گاز میزنید، دندونات معلوم میشه. این حالت رو اجرای نوتهای از پاساژ اول به بالا حتما داشته باشین، رو فرم دهن و زبون و دندونتون. فرم دهن رو بهش میگن آمبوشر تو انگلیسی، از یه کلمه فرانسوی اونا بوش به نام دهان اومده، که این آمبوشر برای نوازندگی سازهای بادی فرم دهن و لب و اینا رو بهش میگن آمبوشر. ولی تو چون تو آوازم تاثیر فوق العاده ای داشته، اومدن آمبوشر رو تو آوازم گفتن، که همونطور که خدمتتون گفتم 3 مدل میتونیم آمبوشر دهانی داشته باشیم، یکی عمودی، یکی افقی، یکی هم طبیعی. عمودی برای آوازهایی که میخوایم پرقدرت تر باشه، حنجره پایین تر باشه. ولی مشکل عمودی این هستش که خیلی بعضی از خواننده ها اگزاجره فکشون رو باز میکنن، مثلا اینجوری میخونن. ولی حالت هوریزنتال، اون متال متالیک یا اون زنگ صدای خیلی بهتری داره
و اون حنجره پایین هم نداره، اون صدای دارک نداره، اصطلاحا یه ذره روشن‌تر، برایتنسش بالاتره، صدایی که ما روی پوزیشن افقی داریم، یه آمبوشر افقی. یعنی وقتی شما دندونای بالایی رو ما میبینیم و لبمون تو افق باز میشه، خیلی راحت تر میتونیم خیلی نوتا رو بخونیم. با رعایت کردن همین نکته کوچولو آوازتون زیر رو میشه، قول میدم.